این کتاب صفحاتی است از تاریخ جنگ سرد تا کنون، کتابی تابوشکن که هیچ مرزی را نمی‌شناسد. جهت تهیه کتاب رد پای من میراث جنگ سرد با شرکت کتاب تماس حاصل فرمایید. 310-477-7477 kitab.com. سلام به بینندگان ارجمند، مصطفی دانش هستم و برنامه نگاهی دیگر را تقدیم میکنم. خاورمیانه در آستانه سقوط به یک جنگ خانمانسوزی است که میتونه جهان را به آن آلوده بکنه و منجر به جنگ جهانی سوم بشه و جنگ هسته‌ای تبدیل به جنگ هسته‌ای بشه. سخنرانی آقای نتانیاهو در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز جمعه 27 سپتامبر 2024 مسیری را در جنگ نشان میده که میتونه غیر قابل بازگشت باشه و در نهایت تبدیل به یک جنگ تمام عیار در خاورمیانه گردد و پای بازیکنان منطقه‌ای و جهانی را هم به آن بکشه. آقای نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که این آخرین جنگ ماست. آقای نتانیاهو جمهوری اسلامی ایران را تهدید کرد که در ایران جایی نیست که دست بلند اسرائیل به اون نرسه. آقای نتانیاهو در ادامه سخنانش اشاره کرد که در کل خاورمیانه جایی وجود نداره که دست اسرائیل به آن نرسد. در روزهای گذشته دولت اسرائیل نقشه ای را منتشر کرده است که در آن نشان داده میشه که میدانها و پایانه های نفتی ایران بسیار نزدیکتر از مراکز انرژی و نفتی یمن در بندر الهدیده یمن میباشند که اسرائیل برای دومین بار در چند هفته گذشته در روز 29 سپتامبر 2024 مراکز انرژی و سوخت یمن را در بندر الهدیده به آتش کشید. اسرائیل در 24 ساعت گذشته به طور بسیار وسیع نه تنها به مواضع حزب الله لبنان حمله کرده و در این حملات صدها غیر نظامی کشته شدند، بلکه به مواضع حماس در نوار غزه، به مواضع انصار الله در یمن در بندر الهدیده حمله کرده و همچنین چند روز گذشته به حملاتش به سوریه ادامه داده. امروز 30 سپتامبر 2024 با موشک‌های انفجاری بسیار قوی به لشکر چهارم سوریه در حومه دمشق اسرائیل حمله کرد، در حالی که ارتش اسرائیل حملات بسیار شدید هوایی به لبنان، به باریکه غزه و به یمن را ادامه میده. نگرانی از حمله زمینی به لبنان و تبدیل شدن این جنگ به یک جنگ تمام عیار لحظه به لحظه بیشتر میشه. در پاسخ به سوال خبرنگاران که آیا این جنگ میتواند متوقف بشود، آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت این باید متوقف گردد، این جنگ باید جلوگیری بشه. آقای جو بایدن گفت که او میخواد با آقای نتانیاهو در این رابطه ملاقات و گفتگو بکنه. این در حالی است که ضربات و هولناکی که در روزهای گذشته به حزب الله لبنان وارد شده و در بیره کل آن حسن نصرالله و تعدادی از فرماندهان حزب الله به قتل رسیدن و ضربات روانی غیر قابل تصوری که به جنگجویان حزب الله وارد شده، در 24 ساعت گذشته ارتش اسرائیل بیش از 150 حملات هوایی به لبنان به ویژه به بیروت داشته و برخی از رهبران حماس در بیروت را به قتل رسانده. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که هیچ رهبری و جنگجوی از حزب الله در امان نیست و همه آنها را به قتل خواهد رساند. در واقع آنچه که از روز 17 سپتامبر 2024 با انفجار پیجرها و وسایل ارتباطی در لبنان رخ داد و متعاقب آن کشته شدن بیش از 16 فرماندهان ارشد حزب الله در بیروت و کشته شدن دبیرکل حزب الله سید حسن نصرالله در روز جمعه با تعدادی از فرماندهان باقی مانده حزب الله و کشته شدن بیش از 2000 نفر از مردم غیر نظامی و اکنون طبق گزارش دولت لبنان آواره شدن بیش از 1 میلیون لبنانی، میبایستی کوها و دره ها زیر پای جنگجویان حزب الله و رهبران احتمالی آینده حزب الله به لرزه در می آمدند و حزب الله را به لحاظ نظامی و روانی چنان فلج می کردند که
توانایی هر گونه عملیات نظامی و حتی تحولات سیاسی در داخل حزب الله را لااقل برای هفته ها از دست بده. ولی هنوز جسد حسن نصرالله به خاک سپرده نشده که شیخ نعیم قاسم معاون او از زیر خاکستر آبارهای لبنان ظاهر میشه و مدعی میشه که حزب الله در میدان جنگ حضور داره و ذره ای از مواضع حسن نصرالله کوتاه نیامده. شیخ نعیم قاسم ادعا میکنه که علارغم حذف رهبران حزب الله، اسرائیل نتونسته توانایی‌های حزب الله را تضعیف بکنه. اون مدعی شد که برای هر فرماندهی که کشته میشه جایگزین وجود داره. شیخ نعیم قاسم در اظهاراتش خاطرنشان ساخت که برای هر دبیر کلی کشته میشه دبیر کل جدیدی انتخاب میشه و هر فرماندهی جانشین داره و آن جانشین هم جانشین دیگری داره. در حین سخنرانی شهید شیخ نعیم قاسم، حزب الله بار دیگر امروز دست به عملیات موشک پرتاب کردن به اسرائیل رو زد و حتی به طرف بندر بزرگ اسرائیل حیفا موشک پرتاب کرد. کابینه اسرائیل دیروز قرارداد گاز با لبنان در رابطه با منابع مشترک گازی در دریای مدیترانه را لغو کرد. به امروز 30 سپتامبر 2024 رادیو ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک حمله پهپادی به سمت میدان گازی در دریای مدیترانه رخ داده. رادیو ارتش اسرائیل گزارش میده که این تلاش حزب الله برای از بین بردن یکی از مهمترین دارایی‌های استراتژیک دولت اسرائیل، سکوهای گازی بیش از 70% انرژی کشور اسرائیل را تامین می‌کنند. مدیر بخش فارسی رادیو اسرائیل آقای منش امیر در اظهاراتی حیرت آور برای شنوندگان اسرائیلی و شنوندگان فارسی زبان که اعتقادی به ایمان جنگجویان حزب الله ندارند میگوید که با نبود نصرالله حزب الله نابود نمیشه. آقای منش امیر به ایمان خلل ناپذیر گروه حزب الله اشاره میکنه و در مصاحبه میگوید که نباید تصور کنیم که حزب الله نابود شده. مسلما نابود نشده است. مسلما در ظرف یک مدتی، یک هفته و یک ماه و یا چند ماه افراد جایگزین تعیین خواهند شد. آقای منش امیر میگوید که حزب الله دوباره تلاش خواهد کرد که عملیات خودش علیه اسرائیل را ادامه بده. آقای منش امیر به ایمان و اعتقادات مذهبی نیروهای حزب الله اشاره میکنه و تصریح میکنه که آنچه که او را بسیار نگران میکنه این ایمان مذهبی بسیار افراطی گرایانه است که افراد حزب الله لبنان دارند، همانطوری که حماس داره و غیره و غیره دارند. آقای منش امیر میگوید که برای آنها جهاد سبیل الله است. آنها باید در راه خدا به پیکار خود ادامه بدهند به هر قیمتی که شده. آنها معتقدند که اگر پیروز شوند پیروز شدند و اگر هم شهید شوند باز هم پیروز شدند. برای آقای منش امیر این بدین معناست که واژه شکست در قاموس آنها اصلا وجود نداره. منش امیر میگوید این باعث میشود که من خیلی خوشبین نیستم، نمیگویم ناامیدم، ولی خیلی خوشبین نیستم که بشه با چنین افرادی، با چنین عقیدهی، با چنین ایمان مذهبی کنار آمد و با آنها همسایگی، همیاری و همجواری کرد. امروز پس از قتل حسن نصرالله منطقه خاورمیانه تقریبا 12 ماه پس از آغاز جنگ غزه از آستانه سقوط گذر کرده. به جایی رسیدی که در گذشته هرگز به آن قدم نگذاشته بود. تمام چشما در جهان و در منطقه خاورمیانه به جمهوری اسلامی ایران و عکس‌العملش به قتل حسن نصرالله دوخته شده. جهان منتظر پاسخ جمهوری اسلامی است، زیرا با رخدادهای چند روز گذشته در لبنان به اعتبار و اعتمادش ضربات هولناکی وارد شده. در واقع جمهوری اسلامی میتوانست با عملگرایی به حزب الله این فشار را وارد بکنه که هزینه را بپذیره و با یک آتش‌بس با اسرائیل توافق بکنه بدون اینکه آتش‌بسی در نوار غزه انجام پذیرد. اما آنچه که هدف حزب الله بوده است. اما با سخنان امروز شیخ قاسم نعیم معاون حسن نصرالله
و مواضعی که دولت مردان و فرماندهان نظامی در ایران دیروز و امروز 29 و 30 سپتامبر 2024 اعلام کردند، هر گونه امیدی برای آتش بس یک جانبه بین حزب الله و اسرائیل انتظار بیهوده است. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران سردشکر عبدالرحیم موسوی امروز دوشنبه 30 سپتامبر 2024 اسرائیل را تهدید کرد که منتظر بمانید و ببینید که جمهوری اسلامی چه میکنه. او گفت که اسرائیل باید منتظر واکنش ایران و محور مقاومت به کشتن حسن نصرالله باشه. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی آقای عباس عراقچی که در مصاحبه‌هایش در نیویورک به مناسبت اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آشتی با غرب و مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده آمریکا و اروپا سخن میگفت، دیروز یک شنبه 29 سپتامبر 2024 در رابطه با کشته شدن حسن نصرالله هشدار داد که اسرائیل روی آرامش را نخواهد دید. عباس عراقچی در سخنانش دیروز تسریع زوال اسرائیل را پیش بینی کرده. عباس عراقچی به خبرنگاران گفت که همه به خطر بروز یک جنگ تمام عیار در منطقه معترفند و نگران هستند این یک تهدید بزرگه. در واقع کشتن رهبر حزب الله نگرانی های جهانی رو بیشتر کرده که یک درگیری بسیار گسترده و مخربتر میتونه خاورمیانه رو فرا بگیره و حتی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا رو هم درگیر بکنه. وزیر امور خارجه روسیه آقای سرگئی لاوروف به گزارش خبرگزاری اینترفاکس روسیه کشتن حسن نصرالله را یک ترور سیاسی توصیف کرد. لاوروف میگوید که اسرائیل میخواد برای دخالت مستقیم آمریکا در این جنگ بهانه ایجاد بکنه و ایران و حزب الله را به هر طریق ممکن برای دستیابی به اهدافش تحریک میکنه. لاوروف از رهبران جمهوری اسلامی خواست که باید بسیار مسئولانه عمل کنند و در هر واکنشی که میخواهند انجام دهند درست ارزیابی کنند. در واقع شبه جنگ شنگ همه جانبه در خاورمیانه در حال گسترشه و میتونه تبار تمام خاورمیانه را با آتش بکشه. نه تنها جنگی بین حزب الله و جمهوری اسلامی بر علیه اسرائیل، بلکه کشورهای عربی به ویژه اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر هم از این جنگ در امان نخواهند ماند. امروز 30 سپتامبر 2024 شبه نظامیان در عراق آمریکا را تهدید به حمله به پایگاه‌ها و ناوهای جنگی آمریکا کردند. شبه نظامیان عراق با انتشار اطلاعیه‌هایی به کشور اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر هشدار دادند که در صورت رهگیری هر گونه حملات موشکی حملات موشکی آنها به اسرائیل با آنها مقابله خواهند کرد. آقای آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم گفت که او به شدت نگران تشدید بقای در خاورمیانه میباشه. دولت پاکستان هم امروز دوشنبه 30 سپتامبر 2024 از ماجراجویی فزاینده اسرائیل در خاورمیانه سخن گفت و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که اسرائیل را از ماجراجویی در منطقه و نقض قوانین بین المللی باز دارد و صلح را به خاورمیانه بازگرداند. همانطوری که ذکر شد چشم به عکس‌العمل احتمالی جمهوری اسلامی ایران دوخته شدند. اگر جمهوری اسلامی بخواهد به جای خیشتنداری یک حمله مستقیم تلافی جویانه به اسرائیل بکنه، این بار مجبور حمله وسیع و خطرناکتری را بر علیه اسرائیل انجام بده. اما جمهوری اسلامی ایران واقفه که با ارتشی در اسرائیل روبروست که به لحاظ تکنولوژی و قابلیت‌های امنیتی برتری داره و از حمایت بزرگترین قدرت نظامی جهان ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو برخورداره. از طرف دیگر به احتمال بسیار قوی سازمان اطلاعاتی موساد اسرائیل عمیقا در تشکیلات حزب الله نفوذ کرده و احتمالا در دستگاه‌های امنیتی و نظامی ایران هم نفوذ کرده. حزب الله لبنان چند سال پیش افشا کرده بود که موساد اسرائیل در عالی‌ترین سطح رهبری حزب الله لبنان نفوذ کرده بوده. این مقام ارشد حزب الله که برای موساد اسرائیل جاسوسی می‌کرده، آقای محمد شوربه،
فرمانده گارد حفاظت سید حسن نصرالله و فرمانده عملیات برون مرزی حزب الله بوده است. 8 سال تمام آقای محمد شوربه برای اسرائیل در بالاترین سطح رهبری حزب الله جاسوسی میکرده. موساد از طریق این عامل نفوذی عملا همه فعالیت های حزب الله و فرماندهان حزب الله و حتی زندگی خصوصی حسن نصرالله را روزانه اسکن میکرده است. هرگز نمیتوان منکر شد که 8 سال سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله با همه تشکیلات حفاظت اطلاعاتی که داشته است وسط تور اسرائیل و یا در ویترین اسرائیل زندگی میکرده. از مهمترین مسئولیت های محمد شوربه این بوده است که نقشه های عملیات برونمرزی حزب الله را برای خونسا کردن در اختیار موساد میگذاشته است. مسلماً او توانسته بوده است یک شبکه جاسوسی را درون خود حزب الله سازماندهی بکنه. جاسوسی ارشدترین فرمانده عملیات برونمرزی حزب الله و رئیس گارد حفاظت سید حسن نصرالله از این نظر بسیار حائز اهمیت است که به دلیل اتحاد استراتژیک جمهوری اسلامی و حزب الله به احتمال بسیار قوی رفت و آمدهای بیشمار این جاسوس موساد به ایران شبکه جاسوسی موساد را به ایران هم گسترش داده. آنچه که بسیار مهم است این است که جمهوری اسلامی ایران از اصلی ترین سوژه های اسرائیل برای جاسوسی می باشه. بدین ترتیب می توان به ریشه اتفاقات در ایران در ترور دانشمندان اتمی، در ترور مغز اتمی ایران فخریزاده، در ترور برخی فرماندهان سپاه پاسداران و مسئولان پروژه موشکی ایران در ایران هم دست یافت. اینکه موتور سواران مسلحی در تهران در اوایل صبح بسیار زود جلوی درب منزل کسانی که هیچ کس مطلع نیست کارمند انرژی اتمی هستند و آنها را ترور کنند حاکی از وجود یک تشکیلات جاسوسی است که در ایران ریشه دوانده و به موساد تعلق داره. حوادث لبنان در روزهای گذشته نشان داده که اسرائیل با حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده آمریکا در پی غافلگیر کردن جمهوری اسلامی ایرانه. جمهوری اسلامی ایران نگرانی عمیقی از نفوذ امنیتی اسرائیل در تشکیلات نظامی، امنیتی و حتی قضایی ایران داره و بر اساس همین نگرانی شدید رفت و آمدها در هفته‌های اخیر میان دبیران شورای عالی امنیت روسیه و ایران به شدت افزایش یافته. اخبار زیادی در رابطه با انتقال سامانه‌های ضد هوایی S-400 روسیه و حتی موشک‌های اسکندر روسیه و انتقال تجهیزات مورمانسک سامانه جنگ الکترونیک روسیه به ایران نشان دهنده آنه که جمهوری اسلامی در تلاش تا از حملات احتمالی نظامی اسرائیل و احتمالاً ایالات متحده آمریکا بر علیه‌اش جلوگیری بکنه. این در حالی است که جمهوری اسلامی قادر نبوده از کشتار رهبران نظامی و غیر نظامی حزب الله و مستشاران نظامی سپاه قدس در کنار حزب الله در بیروت جلوگیری بکنه. آقای جوزف بورل هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از کشته شدن حسن نصرالله گفت که هیچ کس نمیتونه اسرائیل را متوقف بکنه. و آقای نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد تا رسیدن به اهداف نابودی حماس و حزب الله و نابودی تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی به جنگ ادامه میده. آقای نتانیاهو در مجمع عمومی جای تردیدی باقی نگذاشت که حتی ایالات متحده آمریکا نمیتونه در تصمیمش نفوذی داشته باشه. این بدان معناست که کسی نمیتونه اسرائیل را متوقف بکنه و آقای جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است همیشه در کنار اسرائیل خواهد ماند. سوال در اینجاست که جمهوری اسلامی در مسیر رفتن به سوی میدانی که برایش روز به روز نمایان‌تر میشه چه خواهد کرد؟ آیا جمهوری اسلامی در کنار آمادگی نظامی که اعلام کرده به سوی آمادگی اتمی حرکت خواهد کرد و دست به دامن روسیه برای چنین جسارتی خواهد زد؟ در واقع همان جسارتی را که بلاروس کرده و اعلام کرده در صورت حمله بلاروس به حمله کنندگان پاسخ اتمی خواهد داد. پوتین رئیس جمهور روسیه هم در روزهای گذشته همین مضمون را با صراحت بیشتری اعلام کرده.
آیا اظهارات اخیر آقای فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران که میگوید تهران باید در این مقطع اورانیوم تا 90% را غنی کند معنی دیگری به جز انتخاب مسیر اتمی شدن داره؟ انتخاب ریاست جمهوری آمریکا در پیشه و آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اصرار داره که او پیروز خواهد شد و یک پیروزی قاطعانه برای ایران، حزب الله، حماس، انصار الله و شبه نظامیان عراق خواهد داشت و در آخرین جنگ اسرائیل تمام دشمنان منطقه اسرائیل را سر جایشان خواهد نشاند. آقای نتانیاهو امروز دوشنبه 30 سپتامبر 2024 خطاب به مردم ایران گفت که ایران زودتر از آنچه که مردم فکر میکنند آزاد خواهد شد. نتانیاهو با اشاره به کشتن محمد زیف در نوار غزه و حسن نصرالله در لبنان گفت که مزدوران آنها نابود میشوند. از محمد زیف بپرسید، از نصرالله بپرسید، هیچ جایی در خاورمیانه وجود نداره که اسرائیل نتونه به آن دست یابد. باید منتظر مان که آیا جمهوری اسلامی و همپیمانان محور مقاومتش قادر هستند پاسخی بدهند و در صورتی که پاسخی بدهند آن چگونه خواهد بود. در فرصت باقی مانده از اتاق فرمان خواهش مندم که یک بار دیگه ویدیو آگاهی کتاب نشون بدن. قبلا به شما به درود میگم تا برنامه آینده. مصطفی